مکانیزم ماشه، گاف بزرگ برجام و پیام ساده آمریکا به بزرگترین حامی تروریسم. ایالات متحده آمریکا طبق آنچه از پیش اعلام کرده بود، پنجشنبه 31 مرداد برابر با 20 اوت 2020 مکانیزم ماشه را فعال کرد تا بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت نه تنها تحریم‌های تسلیحاتی بلکه تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری در سازمان ملل متحد گفت: من نامه بازگرداندن همه تحریم‌های ایران را به رئیس شورای امنیت ارائه دادم. پیام ما بسیار ساده است. ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه خرید و فروش اسلحه داشته باشد. وی توافق هسته‌ای را یک جانبه و ابلهانه خواند و گفت نه تنها برای خاورمیانه و آمریکا امنیت به ارمغان نیاورد، بلکه رفتار رژیم ایران را تغییر نداد و از جامعه بین الملل می‌خواهیم به روندی بپیوندند که نتیجه آن توافقی باشد تا به تمام جنبه‌های رفتار شرورانه رژیم ایران رسیدگی کند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد رژیم ایران از سال 1985 تا کنون دست به همه نوع اقدام تروریستی زده، از قتل مخالفانش در اروپا گرفته تا همین امسال که یک هواپیمای مسافربری را در خاک خودش ساقط کرد. او خطاب به مخالفان فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: قطعنامه 2231 شورای امنیت به همه دولت‌هایی که در آن مشارکت کرده بودند این امکان را داده تا اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، همه تحریم‌هایی که تعلیق شده اند را برگردانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با حمایت از تصمیم آمریکا گفت: برجام هرگز نباید امضا می‌شد، زیرا راه جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را هموارتر و به تزریق پول زیاد به ماشین جنگی رژیم ایران در منطقه منجر شد. دو سناتور جمهوری‌خواه، جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی سنا و تد کروز عضو همین کمیته، در بیانیه‌های جداگانه از تصمیم دونالد ترامپ برای فعال کردن مکانیزم ماشه حمایت کردند. در بیانیه کروز آمده: من از اقدام دولت ترامپ جهت برداشتن آخرین گام برای از بین بردن توافق فاجعه‌بار هسته‌ای اوباما و بایدن با ایران قدردانی می‌کنم. رژیم مستبد و شیطانی ایران به تأمین مالی و گسترش ترور، به خطر انداختن جان آمریکایی‌ها، امنیت ملی ما و متحدان ما ادامه می‌دهد. در این میان نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک به رئیس شورای امنیت تأکید کردند: آمریکا دولت شرکت کننده در برجام نیست و درخواست آن برای فعال کردن مکانیزم ماشه اثر قانونی ندارد. نمایندگان سه کشور اروپایی در سازمان ملل متحد تأکید کردند: بر این اساس هر گونه تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر این روند یا نتیجه احتمالی آن فاقد هر گونه اثر حقوقی خواهد بود. سه کشور اروپایی همچنان به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مورد تایید آن متعهد هستند. این بیانیه همچنین با تأکید بر حفظ برجام، حل هر گونه اختلاف در اجرای آن را از طریق گفتگو و بر اساس سازوکار مندرج در برجام دانستند که یکی از آنها کمیسیون حل اختلاف است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه جداگانه تکرار کرد: آمریکا حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد. وی نیز با حمایت مجدد از برجام تأکید کرد: توافق هسته‌ای با ایران همچنان یک عامل کلیدی در عدم تکثیر جهانی سلاح‌های هسته‌ای و برقراری ثبات منطقه‌ای است. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت درخواست آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را نامشروع دانست و به شدت محکوم کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتقاد از اقدامات آمریکا پیش بینی کرد که تلاش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های ایران شکست خواهد خورد و از جامعه جهانی خواست در برابر این فشارها مقاومت کنند. ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل،
با اعلام مخالفت پکن از تصمیم آمریکا گفت اعضای باقی مانده در برجام متعهد به حل اختلافات از طریق مکانیزم حل اختلاف در چارچوب برجام هستند و بند 11 قطعنامه 2231 شورای امنیت هرگز نباید مورد استناد قرار گیرد مادامی که تمام تلاش‌های کمیسیون مشترک به جایی نرسیده باشد. این دیپلمات چینی نسبت به درخواست آمریکا و پیامدهای جدی سیاسی در اجرای قطعنامه 2231 و برجام هشدار داد و از اندونزی به عنوان رئیس دوره شورای امنیت خواست تا در مورد درخواست آمریکا هیچ اقدامی انجام نشود. محمد جواد ظریف: آمریکا طعم انزوا را خواهد چشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در صفحه اینستاگرام خود با هشتگ برای ایران خطاب به مردم ایران نوشت با دبیر کل ملل متحد تلفنی مذاکره کردم و هم یک نامه حقوقی محکم و قوی که جوانان متخصص و متعهد این کشور ظرف چندین روز گذشته در تدوین آن به بنده کمک کردند به رئیس دوره شورای امنیت یعنی اندونزی ارسال کردم تا با یک جانب گرایی و قانون‌گریزی آمریکا مقابله کنیم که به یاری خدا حتما یک بار دیگر طعم انزوا را به قانون شکنان آمریکایی خواهیم چشاند. هرگز یک ایرانی را تهدید نکن. مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در یک نشست خبری ادعا کرد آمریکا حق ندارد از مکانیزم ماشه استفاده کند چون عضوی از برجام نیست و همانطوری که هفته گذشته شورای امنیت درخواست ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران را توسط آمریکا رد کرد، این بار نیز این درخواست آمریکا رد خواهد شد و این برای دولت مردان ایالات متحده یک فاجعه می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، روسیه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره ایران شده است. انگشت روی ماشه. اگرچه برخلاف ادعای ظاهر خونسردانه دولت‌ها و مقامات اروپایی، چین و روسیه و همچنین محمد جواد ظریف و مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی که تحرکاتشان نشان می‌دهد به شدت نگران مکانیزم ماشه هستند، ولایت مداران و اصولگران در داخل ایران از محتوای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت تفسیر دیگری دارند و اعتراف می‌کنند اسنپ‌بک از حفره‌های حقوقی برجام است. آنها نسبت به این نظر قاطعانه که آمریکا نمی‌تواند آن را فعال کند تردید دارند. نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته است قابل پیش‌بینی بود آمریکا بعد از شکست در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران دست به سناریوی جدید بزند. او ادعا کرده بر اساس قوانین بین‌الملل آمریکا نمیتواند از مکانیزم ماشه استفاده کند، اما همزمان تاکید کرده گنجاندن سیستم ماشه در برجام گاف بزرگی بود. اسماعیلی همچنین تهدید کرده حواس استکبار باشد، انگشت تربیت یافتگان مکتب سلیمانی هم روی ماشه است.